اول تیموتائوس فصل سوم. این گفته درست است که اگر کسی بخواهد در کلیسا رهبر شود، در آرزوی کار بسیار خوبی است. رهبر کلیسا باید مردی بی‌عیب، صاحب یک زن، خویشتندار، هوشیار، منظم، مهمان نواز و معلم توانا باشد. او باید ملایم و صلح‌جو باشد، نه میگسار و جنگجو و پول پرست، بلکه باید خانواده خود را به خوبی اداره کند و اولاد خود را طوری تربیت نماید که از او با احترام کامل اطاعت کنند. زیرا اگر مردی نتواند خانواده خود را اداره کند، پس چگونه میتواند از کلیسای خدا توجه نماید؟ او نباید نو ایمان باشد، مبادا مغرور گشته مثل ابلیس ملامت شود. علاوه بر این، او باید در میان مردم خارج از کلیسا نیکنام باشد تا مورد سرزنش واقع نگردد و به دام شیطان نیفتد. همچنین خادمین کلیسا باید محترم و از درویی مبرا باشند و از افراط در شرابخوری و یا پول پرستی بپرهیزند. ایشان باید حقیقت مکشوف ایمان را با وجدان پاک نگه دارند. اول مورد آزمایش قرار بگیرند و در صورتی که بی‌عیب بودند آن وقت به خدمت بپردازند. زنانشان نیز باید سنگین و محترم بوده غیبتگر نباشند و در هر امر خویشتندار و با وفا باشند. خادمین کلیسا فقط دارای یک زن باشند و فرزندان و خانواده خود را به خوبی اداره کنند. کسانی که به حیث خادم به خوبی خدمت می کنند، برای خود مقام خوب و در ایمانی که بر مسیح عیسی بنا شده اعتماد زیادی به دست می آورند. امیدوارم به زودی پیش تو بیایم، اما این را می نویسم تا در صورتی که در آمدن تأخیر کردم، بدانی که رفتار ما در خانواده خدا که کلیسای خدای زنده و ستون و پایه حقیقت است چگونه باید باشد. هیچ کس نمی تواند انکار کند که راز آیین ما بزرگ است. او به صورت انسان ظاهر شد، روح القدس حقانیتش را ثابت نمود، فرشتگان او را دیدند، مژده او در میان ملت ها اعلام شد، در دنیا مردم به او ایمان آوردند و با جلال به عالم بالا ربوده شد.